که روح است یا جسد، ماده است یا عوالم دیگری در کار است، نبردی به طولانی تاریخ مکتوب بشری، غرب و شرق هم ندارد، هر دو بی‌تردید در این مهم سهم داشته و دارد، مذهبی و غیر مذهبی ندارد، حتی فیلسوف و متکلم و فقیه و دانشمند هم ندارد، در این وادی همگی قلم زده و سخن رانده اند. بیشتر اما یا باورهای خیش را از این و آن کتاب کرده اند و یا اینکه ترجمه ای از فیلسوف غربی ارائه کرده اند و دست آخر آن که شاید سخنرانی های یک طرفه منبری شکل و آخوندوار سروده اند بیان که از رقیب حرفی به میان آمده باشد. یعنی تو پنداره که خود گویی خود خندی، اهمیت دیگر آن را میتوان در زندگی روزمره دید و شناخت. باورش دشوار است که شخصی را در اطراف خود بیابید و هرگز در مورد روح، خدا، جسمی بودن سه نیروهای ماوراتبی، مادگرایی و امثال هم در طول عمر خود سخنی نگفته یا نشنیده باشد. دلیلی مهمتر آن که اصولا بشر بی امید فردا نمیتواند زیست و از آن مهمتر این که مگر میشود این همه پیچیدگی دستگاه های ظریف و دقیق بدن انسان و نیز این همه عظمت هستی را در شبهای درخشان کهکشان های غول‌آسا و بی‌انتها را دید و گفت پشت پرده هیچ خبری نیست، یا کور است آن که نمیبیند، یا منکر حقیقت، یا اینکه غرض و مرضی دارد بیشک و شبهه. و اما دست آخر اکنون که علم و دانش بشری علاوه بر هواپیماهای پرسرعت و دستگاه‌های مدرن کامپیوتری حتی فیسبوک اختراع کرده و در کنارش دانش‌های پیچیده‌تری همچون بیولوژی و نوروساینس، نوروسایکولوژی، روانشناسی و اکنون که مثل آب خوردن می‌توان درون مغز را با نازک‌ترین و ظریف‌ترین برش دید، خب به راحتی می‌توان گفت که در سر انسان چه می‌گذرد. پس علم و دانش بشری امروز در این مورد چه میگوید یا چه دارد که بگوید؟ متدولوژی و روش‌شناسی و نیز محدودیت‌ها و مشکلات این درس‌های ما چیست؟ یک، مباحثی همچون اثبات وجود خدا یا انکار آن و نیز روح و مسائل ماوراطبیعی در درجه اول کاریست حرفه‌ای تحت عنوان فلسفه مذهب و حتی در پرسش و پاسخ‌ها به آنها نخواهیم پرداخت. من اینجا نوشتم فلسفه مذهب، اما علاوه بر اون دو تا چیز یادم رفته بنویسم. یکی فیالوجی که میشناسیدش به نام الهیات مطرحه، این توی هلند خیلی متمدنم حسابی طرفدار داره. دومی تلیالوجی، این دو تا رو با هم اشتباه نگید، فیالوجی و تلیالوجی. تلیالوجی یعنی غایت شناسی، فرجام شناسانه، همه ی هستی حتما یک فرجامی دارد، این تلیالوجیه. فیالوجی الهیات، از قبل طرف به خدا و امثال هم و نیروهای ماوراطبیعی باور دارد، اما با اون الهیات میخواد اثباتش بکنه. و توی سیستم اسلامی خودمون هم حتی قبل از سیستم اسلامی ما داشتیم متکلم. این متکلمین کسایی هستن که بعدها حدودا 400-500 سال که از ابتدای اون 23 سال پیامبر گذشته تبدیل شدن آروم آروم به فیلسوف، ولی قبلش متکلم بودن. فقیه هم که کارش بگذاریم تحت عنوان فلسفه مذهب. پس and theology and teleology، این دوتا رو خودتون تو ذهنتون اضافه کنید، نخواهیم پرداخت. در درجه دوم کاریست که بر شانه کشیشان و عالمان دینی محترم سنگینی میکنند، پس ما را با آن کاری نیست، نپرسید لطفا، نمیدانم. دو، کار بعدی در دانشگاه فلسفه علم است و بیشتر فلسفه فیزیک مدرن در پروژه بنده جریان دارد، پس متخصص فلسفه ذهن نیستم، اما جذابیت موضوع و نیز علاقه شخصی خودم در این هم جریان دارد و اون تشکر ویژه‌ای که از آقای فریدون وارسته کردیم. سه، مهمترین مشکل، این تنها چیزی است که من آزار میده، امیدوارم که با این یکی هممون دست بدیم به دست هم دیگه و کار رو بریم جلو. اصطلاح شناسی در این مبحث، ترمینالوجی، این ترمینالوجی توی این مبحث نیست، در هر مبحث دیگه که ما بخواییم مطرح کنیم برد و خوب نداره دیگه، متاسفانه با زبان کفاره. همه واژگان به کار گرفته شده در این درس ها به زبان انگلیسی می باشن. در همان زبان نیز بلا فاصله استاد، این تو همین زبان انگلیسی، بلا فاصله استاد درس ها، استاد درس ها، ویرگول اینجا لازم داره، سخن را با اصطلاح شناسی آغاز میکنن. در واقع کیورد میدن به شما، یه سری لغت‌های واژگان کلیدی رو میذارن روی میز، میذارن روی حالا وایت بورد. چون در طول راه
بارها و بارها با همان واژگان سخن میراند یا توضیح میدهد و میشکافد و جلو میرود. از طرفی در زبان فارسی اینجا مشکل من شروع میشه، یا معادل ندارند یا به زبان بسیار فارسی هستند و یا به زبان عربی. پس مشکل برای بنده سگانه شد. به چند نمونه بسنده میکنم. یک، اصلا اصل ماجرا رو که ما میخوایم اینجا بررسی کنیم دوالیسم. خب من چی باید بگم بجاش؟ دو تا لغت داریم بجاش تو فارسی، یکی سنویت عربیه، یکی دوگانه گرایی. و ضمناً وقتی گوشتون از قبل با این دوگانه گرایی آشنا نیست هیچ فرق نمیکنه، مثل اینکه میگم شلوار شناسی. بنابراین اینقدر باید با این عادت کنیم تا ببینیم که در مورد چیا میخوایم بحث کنیم. دوم، ترانسندنتال. ترانسندنتال یعنی امر متعالی، یعنی رفتن به سمت و سوی دیگر. فقط معنی خدا یا ماوراءطبیعی نمیده. ترانسندنتال هر چیزی که شما بهش اهمیت دیگری بدهید. اینجا نشستی داره نگاهی چمنا میکنید، میگه چه عظمتی. من تصورم این است که یک روح خاصی از طبیعت بویا. این یعنی ترانسندنتال. حالا همینو میتونید شما راجع به چیزهای مختلف دیگه ای هم به کار ببرید. حالا چی در مقابلش داریم ما توی زبان فارسی؟ یکی امر متعالی که خب دوستانی مثل آقای بهادین خرمشاهی ساختن، و یا طرف فروزنده و طرف فرازنده. هر دوتاشو به کار برده. مرد بسیار بزرگی دکتر میر شمس‌الدین ادیب سلطانی، حیف که هم ایرانی ها هم فرهیختگان هم نویسنده ایش کنیم نمیشناسنش. این مرد خیلی زحمت کشته کتاب کانت رو، نقد عقل محض کانت، که از سخت‌ترین کتاب‌های برحال کانت، اونم از زبان آلمانی ترجمه کرده به فارسی. ببینید همین فقط ترجمه اسم کتاب رو، از این کتاب آقای بزرگمهر هم ترجمه کرده، اونم ترجمه بدی نیست، من همون بزرگمهر رو بپسندم. گشته سنجش خرد ناب. ببینید نقد عقل محض، ارسطاش عربی، اون گذاشته سنجش خرد ناب. پس ما داریم توی فارسی، اما وقتی میره تو خود کل بحث میخواد کانت رو بررسی کنه، یه هم میذاره دویشن بویی. خب عمه من هم واقعا اینو نمیدونه، چون چیز فیلسوفه. و برای طرف فرازنده شما مسلما باش آشنایی نخواهید داشت. این از خبر بد. اما خبرهای خوب آن است که یک، اولا اگر دوستان صبور باشند بارها این اصطلاحات تکرار خواهند شد و آنقدر مثال و توضیحات خواهد آمد که همگی بر آن مسلط شد. پس از این تیکه واقعا نترسید. دوم، آنچه واژگان در زمینه و متن اصلی معنا و مفهوم میدهند. پس با دریافت زمینه متن اصلی و قرار دادن اصطلاحات، دقت کنید، قرار دادن همین اصطلاحات که الان به کار میبریم در جای خویش، به زودی واژگان جا خواهند افتاد. سوم، آنچه در این راه شما تنها نیستید. این شوخی نمیکنم، حتی در دیپارتمانهای مختلف فلسفه از اصطلاحات یکدیگر به هیچ اغراقی اغلب سر در نمیآورند. یعنی شما از این دیپارتمان میرید اون دیپارتمان دیگه، مسئله ریلاتیویتی، این تیکه‌ای که داره بحث فلسفه فیزیک میکنه، اونا دیگه هیچ اطلاعی ندارن، مگر علاقه شخصی باشه دارن چیزی رو بخونن. حالا بعدش هم نوشتم به قول ملا احمد نراقی عارف بزرگ، صد تلخ آمد ولی که عاقبت میوه شیرین در دومی. فقط برای این نیست، تو همه سیستم های مختلف تون آروم آروم. یه تاریخچه تشکرات نوشتم که این برمیگرده به در واقع پراپرتی معنوی که هیچ کس عملا انجام نمیده. حالا ما خواستیم که این کار اینجا انجام بدیم. بنده در اینجا از فیلسوفان زحمتکشی همچون افلاطون که از خواب و خوراک و زن و بچه خویش گذشته و به هیچ امکانات مدر تو پرانتز بگم افلاطون گی بوده و اصلا زن و بچه نشه، از خواب و خوراک زن و بچه خویش گذشته و به هیچ امکانات مدرن امروزی به صورت جدی اولین بار با طرح مطلب به شیوه های گوناگون از جمله عالم مسل مثل لخونه دینا، عالم مصر، مصر جمع مثاله، حالا بعد میگیم، و کار معروف زندانیان به زنجیر شده، ولی جناب عرصی که حق استادی به جا نیاورد و صورت مسئله را به شکلی به نام ماهیت و جوهر و بعد جسم مطرح نمود و بیش از همه از دکارت که اصلا اسم مسئله را گذاشت مشکل جسم زه. کل داستان از اینجا شروع میشه. حالا بعد میگم اون تاریخ گذشتش به درد ما نمیخوره، اندرم به درد شما نمیخوره. Mind body problem. اینا رو باید آروم آروم اونقدر به کار ببریم که حفظ بشیم. Mind body problem. Mind ذهن، هر چیز روحی و غیر جسمی و غیر فیزیکی mind اینجا، هر چیز جسمی بادیه. پس mind body problem کل ماجرایی است که دکارت شروع کرده و بعد حالا میگیم دکارت چی میگه. و خب اسمش هم گذاشت مشکل جسم ذهن، و برای همه فیلسوفان بعدی و مردم بیگناه این دردسر را آفرید.
و پنداشته بود که خودش مشکل را حل کرده است. بی‌تردید فقط یک خوشبینی بوده و نیز فیلسوفان امروزی، این دارم تشکر می‌کنم از اینا، جان سر، دیوید، یه بذارید اونجا یه شجان انداختم، دیوید شالمرز، هیلاری پوتینام، هیلاری پوتینام مرده وقت با هیلاری کلینتون شد، پاتریشیا چرچلند، یه شو بندازید، چرچلند، و نه کمتر از همه، یا آخر از همه، دانیل دنت. و حتما از همه آنها که در طول درس‌ها نقل قول‌های مستقیم و یا ضمنی به میان می‌آورم، بنا به رسم کپی‌رایت معنوی پیشاپیش سپاسگزارم. اجرشان به لذتی که خیشتن از طرح و حل مباحث در هنگامه تنهایی عمیق خیش چشیدند و یاد آنها که رفته‌اند گرامی باد، که به قول حضرت حافظ، اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاک، از آن گناه که نفعی به غیر رسد شباک کند.